رساله سوم یوحنای رسول. از طرف یکی از رهبران کلیسا به غایوس عزیز که واقعا دوستش دارم. ای عزیز، دعا میکنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان طور که در روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. وقتی بعضی از برادران به اینجا آمدن و به من خبر دادن که تو چقدر به حقیقت وفادار هستی، یعنی چگونه مطابق حقیقت رفتار میکنی، خیلی خوشحال شدم. هیچ چیز بیش از این مرا خوشحال نمیسازد که بشنوم فرزندان من مطابق حقیقت رفتار میکنند. ای عزیز، از تمام کارهایی که برای این برادران انجام میدهی، هرچند آنها را نمیشناسی، معلوم میشود با وفاداری کار میکنی. آنها به کلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کردند. اگر بتوانی طور خدا پسندانه با آنها کمک کنی تا سفر خدا ادامه دهند، کار نیکو کرده ای، زیرا آنها این سفر را به عنوان خدمت به مسیح شروع کردند و از غیر مسیحان کمک قبول نمی کنند. پس ما مسیحان وظیفه داریم با پذیرایی از چنین اشخاص در انتشار حقیقت همکاری کنیم. من رساله مختصر به کلیسا نوشتم، اما دیوترفیس که همیشه خوش دارد خود را کلانشان بداند، سخنان ما را قبول نمی کند. وقت بیایم کلیسا را از تمام کارهای که او کرده و تمام تومتای بی اساس و نادرستی که به ما زده است با خبر خواهم ساخت. او به این کارها قناعت نکرده، بلکه برادران را نیز به خانه خود را نمی دهد و مانع می شود که دیگران نیز از آنها پذیرایی کنند، و اگر بعضی ها چنین کنند، او آنان را از کلیسا بیرون می کند. ای دوست عزیز، نیکی را دنبال کن نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند خداست، بدکار هرگز خدا را ندیده است. همه از دیمیتریوس به نیکی سخن می گویند، حقیقت هم همین است و ما نیز گفتار آنها را تأیید می کنیم و تو می دانی که شهادت ما قابل اعتماد است. مطالب زیاده هست که باید برای تو بنویسم، اما نمی خواهم آن را با قلم و رنگ روی کاغذ بیاورم. امیدوارم تو را خیلی زود ببینم و رو برو با هم صحبت کنیم. صلح و سلامتی از آن تو باد. دوستانت سلام می رسانند و دوستان ما فردن فرد سلام برسانند.